آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا، در حالی که کرونا و تغییرات اقلیمی دستور کار اصلی نشست است، آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران و مذاکرات احیای برجامند. بریتانیا اعلام کرد این آخرین تلاش برای احیای برجام است. با مجموع خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، همزمان با افزایش بی‌اعتمادی در آمریکا به نتیجه مذاکرات احیای برجام، یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت‌کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. CNN از تشدید فشار آمریکا و متحدانش بر تهران خبر داد. افزایش شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در غرب و مرکز ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش‌ها حاکی از بازگشایی مدارس است. عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تأکید کرد بازگشایی مدارس با شرایط کشور همخوانی ندارد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. موضوع برنامه هسته‌ای و بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام این روزها بر بیشتر نشست‌ها و گفتگوهای دیپلماتیک سایه انداخته. این بار در نشست گروه 20 که محور اصلی آن مبارزه با همه‌گیری کرونا، بررسی راه‌های مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی و همچنین تقویت توسعه اقتصادی است. موضوع بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام هم در حاشیه این اجلاس مورد گفتگوی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار خواهد گرفت. این کشورها می‌خواهند موضعی متحد در قبال ایران اتخاذ کنند. بریتانیا هم اعلام کرده این آخرین تلاش برای احیای برجام است. ایتالیا میزبان اجلاس سران گروه 20 است. سران 19 کشور بزرگ صنعتی جهان و اتحادیه اروپا برای این نشست دو روزه به روم رفتند تا درباره مسائل مهم جهان گفتگو کنند. یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش از اجلاس گفته بود جو بایدن از تولید کنندگان بزرگ انرژی این گروه خواهد خواست تا تولیدشان را برای تضمین بهبود اقتصاد جهانی تقویت کنند. همراه هستیم با همکارم بهار خدابنده که از محل اجلاس سران گروه 20 در روم همراه ماست. بهار، ابتدا به حاشیه نشست سران گروه 20 بپردازیم که دست کم برای ایران مهمتر خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با چه موضوعی دقیقا میخوان گفتگو بکنن؟ بهناز، همونطور که خودت هم گفتی، باز هم یک نشست بین‌المللی دیگه با حضور آمریکا و کشورهای اروپایی که گویا این اواخر بدون گفتگو درباره برجام نمیتونه سفری بشه. امروز هم قرار هست که در حاشیه نشست G20، گروه 20 که در این ساختمون پشت سر من در حال حاضر در حال اتفاق هست، این جلسه هم اتفاق بیفته بین آمریکا، انگلیس، بریتانیا در واقع و فرانسه و آلمان که این اتفاق میفته. زمان جلسه رو ما هنوز خبر ازش نداریم. جلسه قرار هست که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران حتی اتفاق بیفته. چیزی که اما میدونیم ازش مطلع هستیم این که مشاور امنیت ملی آمریکا آقای جیک سالیوان پیشتر اعلام کرده که این قدم‌های آخر برای احیای برجام هست، اما گفته که با ادامه این مذاکرات در واقع از اولویت‌های اصلی آمریکا هست و گفته که هدف از این جلسه که امروز اتفاق می‌افته بین این کشورها هماهنگ‌سازی اونها برای این ادامه این مذاکرات. بریتانیا هم همونطور که خودت گفتی دیروز بوریس جانسون قبل از اینکه به اینجا بیاد به روم سفر خودش رو آغاز بکنه از طریق سخنگوی خودش گفته که زمان برای احیای برجام بسیار محدوده، که خب قابل توجهه که در مورد بریتانیا مسئله نازنین زاغری هم مطرح هست و مشکلاتی که این اواخر پیش اومده و زیاد ازش شنیدیم. منتها بوریس جانسون حاضر نشده به خبرنگاران پاسخ بده این سوال رو که آیا در این نشستی که امروز اتفاق میفته، در جلسه‌ای که اتفاق میفته، مسئله نازنین زاغری هم بیان خواهد شد یا نه. از آلمان هم میدونیم که آنگلا مرکل خودش داره میاد، اما از طرف دیگه با اولاف شولتز فردی که به جای او انتخاب خواهد شد، احتمالاً جایگزین او خواهد شد به عنوان صدر اعظم آلمان، وارد روم شده و در نشست جی 20 شرکت خواهد کرد، اما در گفتگویی که امروز درباره ایران اتفاق میفته هم حضور خواهد شد. همه اینها در شرایطی داره اتفاق میفته که میدونیم ایران هفته گذشته نشستی داشته با سران اتحادیه اروپا در بروکسل که ابراز تمایل کرده که به میز مذاکره برگرده، که خب باز دوباره اون جلسه هم با استقبال آمریکا روبرو شده. هر چند آمریکایی ها اینطور گفتن که جلسات اصلی و روند مذاکرات اصلی باید در وین و با حضور آمریکا اتفاق بیفته. بیشتر به نشست خود گروه 20 هم بپردازیم. در خود این نشست چه موضوعاتی مورد صحبت قرار خواهد گرفت؟
خب فرناز، این نشست درست قبل از نشست سازمان ملل، نشست کاپ 26 داره اتفاق میفته که قرار هست در اسکاتلند اتفاق بیفته. خیلی از سران از همینجا از روم مستقیما به اسکاتلند خواهند رفت برای اون نشست. برای همین هم خیلی از یک بحث بزرگی که در نشست G20 اتفاق میفته در این دو روزه همین مسئله تغییرات اقلیمی خواهد بود. به این نکته دقت بکنیم که کشورهای G20 %80 از GDP کل دنیا رو تشکیل میدن. 60% از کل جمعیت دنیا در این کشورها زندگی میکنن و به تبع همه اینها 80% از آلودگی های کربنی هم از این کشورها حاصل میشه. خب این گروه در واقع شامل کشورهایی مثل هند هست، مثل برزیل هست، کشورهایی هستن که صنعتی هستن. برای همین اگر گفته میشه که اگر قرار باشه که نشست کاپ 26 به نتیجه ای برسه، ما نتایج اولیه‌اش رو باید در این جلسه دو روزه ببینیم که متاسفانه تا حالا شاهد هستیم که چین و روسیه که از آلوده کننده های اصلی در سطح بین الملل هستن اینجا حضور نخواهند داشت. اما میدونیم که بقیه مسائل تغییرات اقلیمی هم در این دو روزه به مفصل به بحث گذاشته خواهد شد. ممنونم بهار. اما این رو هم اشاره بکنم، تصاویری که در حین این گفتگو میدیدیم تصاویر زنده ای بود از محل اجلاس سران گروه 20. ممنونم همکارم بهار خدابنده که از محل این اجلاس در روم همراه ما بود. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. چهار روز پس از حمله سایبری به شبکه هوشمند توزیع سوخت در ایران، بر اساس اعلام وزارت نفت هنوز حدود 50% از پمپ بنزین ها به وضعیت سابق باز نگشتند و بنزین آزاد می فروشند. جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفته از 4300 جایگاه توزیع سوخت تا کنون 2100 جایگاه به سامانی هوشمند سوخت متصل شده و امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند. مدیر عامل شرکت پالایش وعده داد تا پایان امروز این تعداد به 2600 جایگاه سوخت برسد. شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه 98 همزمان با سالگرد تولد میلاد محققی در محل دفن او و مهداد معین‌فر حاضر شده و با یادآوری روز کوروش کبیر بار دیگر بر دادخواهی فرزندانشان تأکید کردند. خانواده پویا بختیاری هم در پیام ویدیویی روز بزرگداشت کوروش را به مردم ایران و جهان تبریک گفتند. آمریکا دو شرکت و 4 شهروند ایرانی از جمله فرمانده واحد پهپادی هوافضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سعید آقاجانی مسئول مستقیم برنامه‌ریزی، تجهیز و آموزش عملیات پهپادی ایران است و در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و کشتی مرسر استریت دست داشته. به گفته این وزارتخانه، سازمان هوافضای سپاه عملیات حمله را با فرماندهی این فرمانده سپاه پاسداران انجام داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعمال این تحریم ها گفته تحریم های جدید نشان دهنده رفتار متناقض کاخ سفید است. تا دقایق دیگر به گزارش CNN از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با سران کشورهای مرتبط با برجام در حاشیه نشست گروه 20 می‌پردازیم. به نقل از CNN، آمریکا و متحدانش در پی افزایش فشار بر ایران به دلیل تعلل در بازگشت به مذاکرات برجامند. یک دیپلمات اروپایی هم می‌گوید ایران به دنبال وقت‌خوشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا. در حالی که کرونا و تغییرات اقلیمی دستور کار اصلی نشست است، آمریکا و 3 کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران و مذاکرات احیای برجامند. بریتانیا اعلام کرد این آخرین تلاش برای احیای برجام است. همزمان با افزایش بی‌اعتمادی در آمریکا به نتیجه مذاکرات احیای برجام، یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت‌کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. CNN از تشدید فشار آمریکا و متحدانش بر تهران خبر داد. افزایش شهرهایی با وضعیت قرمز کرونا در ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش ها حاکی از بازگشایی مدارس است. عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تأکید کرد بازگشایی مدارس با شرایط کشور همخوانی ندارد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند.
شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 با سران کشورهای مرتبط با برجام درباره چگونگی تحمیل هزینه‌های بیشتر به ایران به دلیل تعلل در بازگشت به مذاکرات احیای برجام گفتگو خواهد کرد. بنابر این گزارش مقام‌های آمریکایی تردید دارند مذاکرات مجدد بر سر توافق هسته‌ای برجام نتایج مطلوب به همراه داشته باشد و فعالانه به دنبال اعمال مجازات‌های علیه ایران هستند. CNN به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت ظاهراً تأخیر ایران در بازگشت به مذاکرات احیای برجام شیوه‌ای است برای وقت‌کشی تا در این فاصله بتواند به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد. همزمان واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت فشار بر ایران کمکی به تسریع بازگشت به مذاکرات برجامی نخواهد کرد ولی روسیه امیدوار است تهران به زودی به مذاکرات بازگردد. مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار از شهر بن در آلمان همراه ما هستند. آقای مهدوی‌آزاد، آمریکا و متحدانش در پی این هستند که فشارها بر ایران رو افزایش بدن. به نظر شما آمریکا چه فشاری بر ایران وارد خواهد کرد به جز اعمال تحریم‌های بیشتر؟ بله، ادعای فعلی ساختار تبلیغاتی و سیاسی ایران این هستش که تحریم‌ها به حد اکثر خودش رسیده، دیگه آمریکا نمیتونه کاری بکنه. فکر کنم پیش‌فرض بسیار بزرگی است، پیش‌فرض اشتباه بسیار بزرگی است و اشتباه کلیدی خطرناک است. همین الان ایران گفته میشه بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت میتونه صادرات بکنه. خیلی واضح هست حدود 1 میلیون بشکه از این صادرات نفت ایران در واقع محصول این هست که بایدن تصمیم گرفته چشمش رو ببنده و قوانین سختگیرانه تحریم ترامپ رو اعمال نکنه. یعنی با اینکه تحریم ها رو بر نداشتن یه ذره سر کیسه رو شل کردن، وگرنه در زمان آقای ترامپ حدود 300 تا 500 هزار بشکه بود. خیلی واضح هست همین الان چین خریدایی که از ایران داره میکنه چراغ سبز ایالات متحده رو به دست آورده، آمریکا مقابلش کارشکنی نمیکنه، وگرنه همین چین چند ماه پیش از ایران خرید نمیکرد. صرف نظر از تحریم های اقتصادی، طیف بزرگی از فشارهای دیپلماتیک میتونه بر ایران وارد بشه که آقایان خودشون میزنن به اون راه. یادتون باشه در زمان آقای ترامپ چون اتحادیه اروپا با خروج آمریکا از برجام موافق نبود، درسته که مقابله نکرد، ایستادگی جدی نکرد مقابل دولت آمریکا، منتها باش همراهی هم نکرد. بخش بزرگی از فشارهای دیپلماتیک اروپا میتونست بر ایران وارد بکنه رو وارد نکرد. در مقابل خیلی از بحران سازی ها، مثلا ماجرای تروری که ایران در فرانسه انجام داد، اروپا چشماشو بست، یه سری کارهای شماتیک کرد. اینجور طیف مشکلات هم میتونه ایجاد بکنه. طیف بزرگی از تحریم های اقتصادی مدنی میتونه همچنان بر ایران وارد بشه و از همه اینا بالاتر تهدید جنگ، سایه جنگ. فکر می‌کنم خطرناک‌ترین چیز برای ماست. ببینید مسئله این نیست الان برای ما که ما به سمت توسعه میریم یا نه. مدت‌های زیادی است که ما در واقع شاخص توسعه‌مون منفیه و ما داریم به عقب می‌گردیم. مسئله این است که از یک حدی تهدیدها شکننده‌تر بشه، ممکن است بحران اجتماعی بسیار حاد داشته باشیم. چقدر این فشارهایی که ازشون نام بردین ممکنه که باعث بشه ایران برگرده به پای میز مذاکره؟ همین چهارشنبه بعد از اینکه مذاکرات بروکسل انجام شد، آقای باقری، علی باقری در توییتر فارسیش به روشنی نوشت که ما توافق کردیم که از در واقع ماه آینده تا پایان نوامبر مذاکراتمون رو شروع بکنیم. به قدر این حرفای آقای باقری متضاد بود با گزارش‌های بین‌المللی که نهایتاً وزارت خارجه آلمان یه بیانیه داد چهارشنبه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و گفت ما برعکس ادعاهایی که تو ایران میشه و رسانه‌های ایرانی میگن، نه تنها ایران موافقت نکرده که مذاکرات از اول تا آخر نوامبر شروع بشه، بلکه حتی صریح‌تر بگیم رد کرد پیشنهاد ما رو و نپذیرفت مذاکره چند جانبه. بعداً آقای باقری توییت دیگه‌ای ازش برجسته شد که توش ننوشته ما موافقت کردیم، نتوش نوشته به انگلیسی ما موافق هستیم، که در واقع او رو به معنای اعلام موضع گرفتن. مشکل این است که همین آقای باقری و تیم فعلی مذاکرات هسته‌ای در زمان آقای جلیلی برای سالها مسئول پرونده اتمی ایران بودند. در اون سالها برای مدت‌ها اینها بهونه می آوردن که مذاکرات در وین نباشه، در ترکیه باشه، در استانبول باشه، نمیدونم 5+1 نباشه، 4+2 باشه، یک عالمه بهانه مختلف که تا حد مسئله حجاب هم پیش رفت. بعد که دولت عوض شد، آقای باقری یک سری سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف گذاشت، چند جا به صراحت گفت که ما در اون مقطع نمی‌خواستیم مذاکره بکنیم، بلکه ما هدفمون این بود که زمان بخریم و اینها بهانه‌جویی بود. به نظر میاد آمریکا هم تحلیلش همینه. الان اگر گزارش‌های CNN رو نگاه بکنید، الان با این نگاه منفی به تیم فعلی مذاکرات اتمی ایران نگاه می‌کنن که اینها نمی‌خوان بیان مذاکره بکنن، بلکه واسه اینکه تحت فشار داخلی قرار نگیرن و تحت فشار خارجی قرار نگیرن، به ظاهر دارن میگن ما موافق مذاکره هستیم، اما در واقع نمی‌خوام مذاکره کنن. این تحلیل استراتژیک آمریکاست و اگر اینطوری باشه، منطقاً این اجلاس فعلی 20 گروه 20 یک نقطه آغازی خواهد شد برای اضافه کردن تحریم‌ها و فشارهای بیشتر بر ایران.
ممنونم از توضیحاتتون مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن همراه ما بودید. در اینجا تصاویر زنده‌ای ببینیم مربوط به اعتصاب قضایی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی. یک هفته است که ریچارد رتکلیف اعتصاب قضایی خودش را در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا آغاز کرده. دو روز پیش رتکلیف پس از دیدار با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفت امید چندانی به تلاش دولت بریتانیا برای آزادی نازنین از زندان در ایران ندارد. عربستان سعودی دستور توقف ورود هر گونه کالا از لبنان را صادر کرد و سفیر لبنان در ریاض خواست تا 48 ساعت این کشور را ترک کند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای با اشاره به تسلط گروه حزب الله بر بنادر لبنان تأکید کرده مقام‌های لبنان هیچ اقدامی برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر به این کشور انجام ندادند. ریاض همچنین لبنان را متهم کرد به توافق قضایی صورت گرفته برای استرداد مجرمین پایبند نبوده است. این بیانیه با متهم کردن حزب الله لبنان به حمایت و آموزش شبه نظامیان حوثی یمن میگوید تسلط حزب الله بر تصمیم گیری های سیاسی لبنان را به میدانی برای اجرای پروژه های تروریستی تبدیل کرده است. تصمیم به اخراج سفیر لبنان در ریاض یک روز پس از آن صورت میگیرد که جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان عربستان سعودی را به تجاوز به یمن متهم کرد. همچنین بحرین هم به سفیر لبنان در این کشور 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کند. مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن همراه ما هستند. آقای الفک، جزئیات این اختلافات بین عربستان سعودی و لبنان چه هست و چقدر ممکنه که حزب الله لبنان و ایران در این موضوع دخیل باشند؟ سلام خدمت شما و صبح بخیر به شما و بینندگان گرامیتون. مسئله از اونجایی شروع شد که جورج قرداهی، روزنامه‌نگار و چهره تلویزیونی معروف لبنانی که با برنامه Who Want To Be A Millionaire، نسخه عربی این برنامه، خیلی مشهور شد در جهان عرب و اخیراً با عنوان وزیر اطلاع رسانی در لبنان انتخاب شده، اظهاراتی داشته در رابطه با یمن و در رابطه با مسئله حضور نیروهای سعودی و نیروهای شورای همکاری در یمن که تحت چتر کشورهای مدافع مشروعیت در یمن وارد یمن شدن تا از دولت قانونی این کشور دفاع بکنن. ایشون این دخالت رو یک دخالت به عنوان یک تجاوز توصیف کرده و اعلام کرده که حوثی‌ها در حال دفاع از خود هستند. خب این اظهارات برمیگرده به مدت‌ها قبل، شاید در ماه آگوست این اظهارات رو ما ازش شنیدیم، ولیکن الان این اظهارات کاملا داره در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و باعث شده که کشورهای شورای همکاری و به ویژه کشور سعودی در این رابطه موضع بگیرن. ما میدونیم لبنان، بسیاری از لبنانی ها، شاید چند میلیون لبنانی در منطقه کار میکنن. اینها منبع مهمی برای ورود پول به داخل لبنان هستن و همچنین بازارهای منطقه مهمترین بازارهای خرید کالاهای لبنانی به ویژه در زمین مواد غذایی هستند. این میتونه تأثیر بسیار منفی روی اقتصاد لبنان داشته باشه که خود این اقتصاد در شرایط بسیار بغرنج و پیچیده‌ای به سر میبره. ابزون بر اون مسائل سیاسی، موضع گیری در قبال حزب الله و موضع گیری در قبال مسئله سوریه، اینها عوامل اضافی هستند که میتونن به این بحرانی که جورج قرداهی شروع کرد و شاید خودش هم مسئول همه این بحران هم نیست، داره دامن میزنه. با توجه به اینکه بحرین هم سفیر لبنان رو اخراج کرده از کشورش، فکر می‌کنید که به طور کل این موضوع چه تأثیری بذاره بر روی رابطه لبنان با کشورهای همسایه‌اش و کشورهای متحد عربستان سعودی؟ معتقدم تأثیرش بسیار منفی خواهد بود. این تأثیر در حقیقت ما دیدیم که مثلا حتی خود جورج قرداهی توضیحاتی داد که من منظورم دولت و ملت‌های سعودی و امارات نیستن، من برای آنها احترام قائلم، ولیکن
چون معذرت خواهی نکرده کسی این حرفش رو قبول نکرد. یکی از عمرای سعودی گفت به شیوه Who want to be a millionaire 4 تا سوال مطرح کرد: آیا تو احمقی؟ آیا ما احمق هستیم؟ آیا دیگران را احمق حساب میکنی؟ یکی از اینها را انتخاب کن. به نظرم مسئله خیلی گسترده شده الان، از تصمیم دولت‌ها وارد کوچه و بازار شده، وارد خانه ها شده، همه دارن در این رابطه صحبت میکنن که ما میدونیم کمک های کشورهای شورای همکاری به لبنان یکی از مهمترین منابع درآمد این کشور هستن و این کمک ها معمولا به طرف حزب خاصی هم نمیره، به دولت لبنان تحویل داده میشه. به همین دلیل الان نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان به شدت نگران این وضعیت هست، تی چند تا توییت سعی کرده که وضعیت رو درست بکنه، معذرت خواهی بکنه، شاید بتونه این بحران رو به پایان برسونه. ولی فکر میکنم در برای این مسئله مسئله بزرگتری وجود داره، مسئله رابطه این دولت با حزب الله، مسئله رابطه حزب الله با ایران. کلیه این عوامل در برای این بحرانی که وجود داره الان و به شکل مسئله اظهارات جورج قرداهی شاید منفجر شده و روی سطح اومده، این بحران ها به نظر من عامل اصلی وضعیتی هست که همکنون بین لبنان و کشورهای شورای همکاری به وجود اومده. ممنونم از توضیحاتتون. مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن همراه ما بودین. خواهش میکنم. در ادامه مجموعه خبری نگاهی خواهیم داشت به تلاش گروهی از شهروندان اسرائیلی برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی. این افراد با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا، در حالی که کرونا و تغییرات اقلیمی دستور کار اصلی نشست است، آمریکا و 3 کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران و مذاکرات احیای برجام هستند. بریتانیا اعلام کرده این آخرین تلاش برای احیای برجام است. همزمان با افزایش بی‌اعتمادی در آمریکا به نتیجه مذاکرات احیای برجام، یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت‌کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. CNN از تشدید فشار آمریکا و متحدانش بر تهران خبر داد. افزایش شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش‌ها حاکی از بازگشایی مدارس است. عضو کمیسیون آموزش مجلس هم تأکید کرد بازگشایی مدارس با شرایط کشور همخوانی ندارد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. وضعیت قرمز کرونا که در هفته گذشته عمدتاً در غرب و شمال غربی ایران در جریان بود، به سمت استان‌های مرکزی در حال پیشروی است. وزارت بهداشت اعلام کرده در طول یک هفته 6 شهر به شهرهایی با وضعیت قرمز اضافه شده و شمار شهرهای قرمز به 22 شهر رسیده است. با قرمز رنگ شدن 2 شهر در استان سمنان و 1 شهر در کرمان، این دو استان هم تغییر رنگ دادند. وضعیت قرمز در استان فارس، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان هم در حال تشدید است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید اصرار بر بازگشایی مدارس با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد. مهرداد ویسکرمی با اشاره به احتمال آغاز موج ششم کرونا گفته پیش از بازگشایی مدارس باید به ایمنی قابل قبول دست پیدا کنیم. در همین حال سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از دریافت دست کم 1 دوز واکسن از سوی حدود 75% دانش آموزان 12 تا 18 ساله خبر داد. همزمان علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران میگوید 65% دانش آموزان تهرانی 1 دوز واکسن دریافت کردند. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی پیش از دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا ایمنی کامل برای افراد تضمین نشده است. محمد علی زلفی گل وزیر علوم تصمیم در مورد بازگشایی دانشگاه‌ها را به دانشگاه‌ها واگذار کرد. در همین رابطه اعضای شورای شهر تهران افزایش شدید بار مسافران را بر سیستم حمل و نقل عمومی این شهر پیش بینی کردند. یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرده حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیاز مسافران نیست و به ازدحام جمعیت در شرایط شیوع کرونا در اتوبوس‌ها و متروها اذعان کرده است.
در همین زمینه پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در گفتگوی با صدا و سیما گفته بهتر است مدارس از بهمن ماه بازگشایی شوند. تبرسی همچنین از کمبود امکانات مدارس برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا گفت. بودن به خصوص الان بچه‌ای که واکسن نزدن و زیر 12 سال و بالاخره اینا یه گروهی بودن که تو حباب بودن، یعنی تو منازل بودن، اکثرا بیرون نرفتن. بله. و اینا مواجهه با ویروس نداشتن. اینا به محض اینکه برن تو مدرسه و در مواجهه قرار بگیرن خواهند گرفت. این یه چیز در واقع غیر قابل کنترل هست. هیچ نبودن. بله دیگه نبودن دیگه، در مواجهه با بیماری قرار نداشتن. اینا بلافاصله میگیرن. حالا حاضر اینه که حالا عوارض و آرزوهایی که ممکن تو خود بچه‌ها داشته باشه، خب خیلی کمتر از بزرگسال ولی داره. مثلا انتقالیه که اینا باز دوباره به افراد دیگه میدن. بنابراین با یه مقدار با تمنین از تو بازگشایی از صبر کنیم، ویروس رو ببینیم چه جوری میشه. یکی دو ماه که این همه در واقع صبر کنیم، یکی دو ماه دیگه هم صبر کنیم به نظرم بهتر میشه، به خصوص اگه بهمن ماه به بعد شد برای بازگشایی مدارس خیلی وقت بهتری باشه، به خاطر باز دوباره هوا یه مقدار بهتر میشه، بعد میشه پنجره ها تهویه در واقع طبیعی. چون ما متاسفانه مدارس ما اصلا کلا ما چی فعلا تهویه ندیدیم تو خیلی جاها، یعنی تهویه مناسب ندارن. جایی که مثلا دارم مثلا تهویه میگن مثلا با ماسکای فیلتردار و نمیدونم با تهویه فیلتردار مثلا فضای اتاقو مثلا مناسب میکنن برای بچه‌ها. ما متأسفانه مدارسمون این امکاناتو نداره. برای بچه‌ها تهویه طبیعی هم الان تعطیل میشه توی در واقع سمستر. ما یه مقدار در واقع رعایت کنیم که ان شاءالله دوچار باز دوباره خودمون رو دوچار یه مشکل دیگه ای نکنیم. دکتر آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقای دکتر توفیقی، بار دیگه شاهد تصمیم‌های ضد و نقیض در رابطه با کرونا در ایران هستیم. در حالی که می‌بینیم شهرهای قرمز داره تعدادشون بار دیگه افزایش پیدا می‌کنه، باز کردن مدارس چه تبعاتی خواهد داشت؟ خب ببینید، بازگشایی مدارس در زمینه وضعیت اپیدمی کشور در واقع قابل توجیه هستش. وقتی که شما همه کارشناسانتون در داخل و در خارج کشور دارن میگن که موج ششم عنقریب از راه خواهد رسید و حتی بعضی از متخصصین مثل آقای دکتر سوری که از اپیدمیولوژیست های بنام کشور هستن معتقده که اساساً موج ششم آغاز شده. در یک چنین شرایطی بازگشایی مدارس به عنوان یکی از فاکتورهای تشدید کننده این موج ششم و افزایش در واقع ارتفاع موج و به دنبال خودش متاسفانه باید گفت که افزایش ابتلا و بستری و مرگ و میر رو خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که نباید مسئله در واقع بازگشایی مدارس رو ساده گرفت. بخاطر خب البته این رو هم نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها مدارس بازگشایی شده، اما توجه داشته باشید در این کشورها معمولاً درصد واکسیناسیون افرادی که بالای 2 دوز دریافت کردند به بالای 70% رسیده. در کشورهای اروپایی که حداقل من خبر دارم دقیقاً این گونه هست، بالای 70% 2 دوز دریافت کردند. و خب با موج فعالی در جامعهشون مواجه نیستن، اما خب ما می‌بینیم در کشور ما الان تعداد افرادی که 2 دوز واکسن دریافت کردند و واکسینی کامل به حساب میان هنوز به 39 به 40 درصد هم نرسیده، بین 39 تا 40 درصده. و از اون برم همونطور که عرض کردم در واقع موج ششم از راه رسیده و همه اینها میتونه وضعیت رو در واقع بدتر بکنه. از طرف دیگه ابراهیم رئیسی گفته بازگشایی ها در آذر ماه باید انجام بشه، این رو چطور میبینید؟ آیا این اذعان نیست به گونه‌ای به اینکه شرایط کرونایی در ایران حاد هست؟ خب ببینید، همونطور که شما در سوال اولتون هم بود صحبت‌های ضد و نقیضی شنیده میشه و به دنبال اون طبیعتاً نمیشه تصمیم درستی گرفت. طبیعی هم هست، شما مهمترین وزارتخونه‌ای که متولی بازگشایی مدارس هستش الان وزیر نداره و خب از یک وضعیت مناسبی برخوردار نیست. از طرف دیگه عرض کردم وضعیت بازگشایی مدارس یک سری در واقع پیش نیازها داره که باید اونها فراهم شده باشه. اگر ما بخوایم مبنا رو توصیه های یونیسف بگیریم، در بیانیه‌ای که در سپتامبر همین امسال منتشر کرد به مواردی اشاره کرده مثل استفاده از ماسک های متناسب در کودکان، فراهم کردن امکان مرتب شستشوی دست ها، مرتباً باید این در واقع وسایلی که در داخل مدرسه هست و بچه‌ها با اون تماس دارن مرتب باید تمیز بشه، باید یک تهویه مناسبی از لحاظ در واقع جریان هوا وجود داشته باشه
و حتی الامکان تراکم حضور افراد در مدارس کاهش پیدا بکنه. و از همه اینها مهمتر اینکه تعداد افرادی که با کودکان تماس دارن از سرویس مدارس گرفته تا معلمان و همه کادر اداری، اینها باید مثل همون شرایط عادی جامعه که باید بالای 75، حالا درصدها هم تغییر کرده، میگن بین 80 تا 85 درصد اینها واکسینه شده باشن، اینها رو به عنوان یک شرایط حداقلی برای بازگشایی مدارس اعلام کرده که به نظر نمیاد این شرایط در داخل کشور ما فراهم باشه. همینطور که در گزارش شما هم بود آقای طبرسی اشاره کردن، این شرایط از جمله مسئله در واقع گردش جریان هوا چون فراهم نیست، در حال حاضر به نظر من بازگشایی مدارس میتونه وضعیت موج ششم رو که تازه داره شروع میشه بدتر بکنه. ممنونم از توضیحاتتون دکتر. آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه ما بود. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک گروه هکر ایرانی موسوم به سایه سیاه اعلام کردند. این گروه به شرکت اسرائیلی خدمات اینتری سایبر سرور حمله کرده و ضمن از کار انداختن سرورهای آن تهدید کردند که اطلاعاتشان را منتشر می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در میان مشتریان این شرکت اینترنتی دو شرکت اتوبوسرانی بزرگ اسرائیل قرار دارند و وبسایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند همچنان خارج از دسترس هستند. پیشتر و در سال 2020 گروه سایه سیاه شرکت بیمه اسرائیل را هم هک کرده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده قصد دارد در ارتباط با وضعیت سودان از امارات متحده عربی کمک بگیرد. به گفته این مقام‌ها، امارات می‌تواند بر فرمانده کودتای سودان اعمال نفوذ کند. پیشتر نخست وزیر سودان با وساطت امارات متحده عربی آزاد شد. روز یک شنبه انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن برگزار خواهد شد. مجلس نمایندگان ژاپن نهاد اصلی در زمینه قانونگذاری و تشکیل دولت در این کشور به شمار می رود. حزب برنده ریاست دولت را در دست خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه ها انتظار می رود حزب حاکم لیبرال دموکراتیک و هم پیمانان آن پیروز انتخابات شوند و نخست وزیری فومیو کیشیدا ادامه پیدا کند. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر به کره جنوبی میریم تا با توماش تاهباز همکارمون در شرق آسیا همراه بشیم. توماش، کمی بیشتر از برگزاری انتخابات ژاپن برای ما بگو. نخستین انتخابات بعد از 4 سال یک آزمون مهم برای حزب محافظه‌کار یا حزب لیبرال دموکراتیک حاکم بر ژاپن هست به چند دلیل. اول اینکه آقای کیشیدا نخست وزیر اون باید در واقع به اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان دست پیدا بکنه که البته نظرسنجی‌ها نشون میده که محافظه‌کاران همچنان قدرت رو مثل تقریبا تمام 60 سال گذشته در دست خواهند داشت، اما احتمالاً از این کرسی‌ها کاسته خواهد شد بعد از فراز و نشیب‌های زیاد سیاسی و اجتماعی به خصوص به خاطر مسائل کرونا که بعد از اینکه آبه از کار خود کنارگیری کرد و بعد از اینکه سوگا از کنارگیری کرد و حالا کیشیدا سر کار اومده، در واقع اینها برای حزب لیبرال دموکراتیک فراز و نشیب طولانی بوده. اما اونها در حال حاضر 276 کرسی رو دارن از 465 کرسی و انتظار میره که به حداقل 233 کرسی که لازمه برای تشکیل دولت دست پیدا بکنن، اما انتظار میره که این کرسی ها کمتر بشه و حتی بعضی از رسانه های ژاپنی میگن که در بعد از چندین سال ممکنه ائتلافی از در واقع همون حزب دموکراتیک مشروطه که مهمترین حزب رقیب هست و حزب کمونیست که باهاش در واقع به ائتلاف دست پیدا کردن، اینها ممکنه حتی شگفتی ساز بشن و به پیروزی های دست پیدا کنن. البته میگم یه بار دیگه تاکید کنم که نظرسنجی ها فعلا نشون میده که محافظه‌کاران همچنان قدرت را در دست خواهند داشت، اما باید منتظر بمونی. به هر حال لیبرال دموکرات ها و به اصطلاح ائتلاف رقبا وعده هایی دادن، از جمله این وعده هایی بوده بیشتر به خصوص مسائل اقتصادی و اجتماعی رو در بر می گرفته و مسائل انرژی، ولی باید ببینیم که کدوم یکی از این وعده ها بر مردم نفوذ خواهد کرد و به هر حال آیا صحنه سیاسی ژاپن دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد فردا یا نه. توماجه تاهباز از سئول ممنونم.
گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن جهان موجب نابودی محیط زیست و آلودگی هوا شده است. گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان‌ها تلاش کردند با تشکیل یک آبادی زیست محیطی فرزندان خود را به دور از آلودگی‌های زیست محیطی و در مکانی سالم و پاک پرورش دهند. بابک اسحاق گزارش می‌دهد. خیابان‌های خاکی، کوچه‌های چوبی، خانه‌های بدون برق و فاضلاب شهری، پشت بام‌های شیشه‌ای و مردمانی که آمده‌اند تا به گونه‌ای دیگر در اینجا زندگی کنند، در یک آبادی حامی محیط زیست. ساکنین معل شخک، اولین آبادی زیست محیطی در اسرائیل، در قلب بیابان نگف در جنوب این کشور تلاش می‌کنند تا برای نخستین بار زندگی خود را بدون آسیب رساندن به محیط زیست پایه‌گذاری کنند. حتی آنان خانه‌های چوبی خود را بر روی زمین بنا نکردند تا صدمه‌ای به محیط وارد نکنند. از آسفالت و آهن و دیگر مواد آلوده کننده محیط زیست نیز در اینجا خبری نیست. برق مورد نیاز این آبادی از طریق باتری‌هایی تأمین می‌شود که انرژی خود را از نور خورشید می‌گیرند. و مشخ یوم ایشلن و الکورا گاگوت پنلیم سولاریم. ما بر روی بام همه خانه هامون پنل های خورشیدی داریم که آنها در طی روز برق را مستقیم به خونه ها میدن و بقیه انرژی باقی مونده رو هم در باتری ها برای استفاده در شب ذخیره میکنن و در نتیجه هم روز و هم شب ما از انرژی خورشیدی برق میگیریم. فاضلاب این آبادی نیز پس از تصفیه برای آبیاری درختان استفاده میشود. زندگی در بین مناظر زیبای بیابان نگب و آرامش بیابانی و همچنین هزینه های بسیار پایین زندگی در این آبادی هدف اصلی جوانانی که به اینجا آمدن تا زندگی بکنند نبوده. هدف اصلی اونها به وقوع پیوستن آرزوی دیرین اونها بوده که همانا زندگی در آبادی باشه که محیط زیست را آلوده نمی کنه. تالیا، تهیلا و نوام ساکنین این آبادی هستند که هر یک به همراه خانواده خود از شهرهای بزرگ اسرائیل با رویای حفاظت از محیط زیست به قلب بیابان خشک نگف کوچ کرده اند تا فرزندان خود را به دور از آلودگی هوای شهر در پاکی هوای این آبادی بزرگ کنند. من دو تا فرزند دارم. باور کنید اونا از زندگی در اینجا بسیار خوشحالند. ما از شهری بزرگ به اینجا آمدیم تا در پاکی، آرامش و سکوت بیابان زندگی کنیم. در حالی که شهر بزرگ دیمونا از دوردست ها به آبادی کوچک اما پاک محل شخک دهنکجی می کند و گویی می خواهد این محله پاکیزه را در خود ببلعد، اما این آرمانگرایان حامی محیط زیست با ایمان به آینده ای روشن و بدون آلودگی هوا با چنگ و دندان از خانه و محله پاک خود دفاع می کنند. بابک اسحاقی، اسرائیل. اما در اینجا در میان این بخش خبری همکارانم در بخش ورزش از تازه های اون برای شما میگم. سری بزنیم به دنیای ورزش، دوباره با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا. آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران. بریتانیا اعلام کرده این آخرین تلاش برای احیای برجام است. یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت‌کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. گزارش وزارت صمت از تورم مواد غذایی در شهریور ماه سال جاری، شکر 72% و برنج و گوشت 63% در یک سال گران شدند. افزایش شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش‌ها حاکی از بازگشایی مدارس است. رئیسی خواستار برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از اول آذر شد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند.
موضوع برنامه هسته‌ای و بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام این روزها بر بیشتر نشست‌ها و گفتگوهای دیپلماتیک سایه انداخته است. این بار در نشست گروه 20 که محور اصلی آن مبارزه با همه‌گیری کرونا، بررسی راه‌های مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات آب و هوایی و همچنین تقویت توسعه اقتصادی است، موضوع بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام هم در حاشیه این اجلاس مورد گفتگوی آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار خواهد گرفت. این کشورها می‌خواهند موضعی متحد در قبال ایران اتخاذ کنند. بریتانیا هم اعلام کرده این آخرین تلاش برای احیای برجام است. ایتالیا میزبان اجلاس سران گروه 20 است. سران 19 کشور بزرگ صنعتی جهان و اتحادیه اروپا برای این نشست دو روزه به روم رفتند تا درباره مسائل مهم جهان گفتگو کنند. یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش از این اجلاس گفته بود جو بایدن از تولید کنندگان بزرگ انرژی این گروه خواهد خواست تا تولیدشان را برای تضمین بهبود اقتصاد جهانی تقویت کنند. خیابان‌های روم امروز شاهد حضور ماموران امنیتی و ماشین‌های پلیس بود. سران 20 کشور ثروتمند جهان به پایتخت ایتالیا رفتند تا زیر سقف اجلاس جی 20 بار دیگر درباره بحران‌های پیش روی جهان گفتگو کنند. در حالی که هنوز جهان از تبعات همه‌گیری ویروس کرونا به طور کامل رها نشده، سران جی 20 یک سرفصل مهم در دستور کار دارند. کشورهایی که خود عامل تولید حدود 80% گازهای گلخانه‌ای جهان هستند، حالا در تلاشند تا با یافتن راهکارهای از حجم این گازهای مخرب بکاهند. هومن میرقاسمی گزارش میدهد. گرد همایی رهبران 20 کشور ثروتمند جهان در روم، مبارزه با تغییرات اقلیمی در صدر دستور جلسه. بر اساس پیشنویس اعلامیه گروه 20، آنها قرار است خود را به برداشتن قدم‌های اضطراری برای محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد متعهد کنند. به عبارت دیگر، اقدام برای رسیدن هرچه سریع‌تر به اهداف توافق 2016 پاریس. ما نیاز به بلند پروازی بیشتری داریم تا ما را در مسیر معتبری برای رسیدن به این هدف قرار دهد. هدفی که علم به ما میگوید تنها آینده پایدار برای زمین است. این مستلزم اقدام ملموس با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 45% تا سال 2030 است. کشورهای گروه 20 مسئولیت ویژه‌ای دارند تا این هدف را زنده نگه دارند، به دلیل اینکه آنها 80% گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند. یک روز پیش از برگزاری این نشست، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به واتیکان رفت و با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. بایدن سکه‌ای به پاپ هدیه داد که معمولاً به مبارزان هدیه داده می شود و او را بزرگترین مبارز برای صلح خواند. نکته قابل توجه این که شی جین پینگ رئیس جمهور چین، یعنی کشوری که بزرگترین منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای به حساب می آید، به طور حضوری در این نشست شرکت نخواهد کرد و از طریق ویدیو کنفرانس پیام خود را به دیگر کشورهای عضو خواهد رساند. همزمان با این نشست، عده‌ای در اعتراض به توزیع ناعادلانه واکسن کرونا بین کشورهای توسعه یافته و باقی کشورهای جهان در پایتخت ایتالیا تجمع کردند. امروز با اعضای سازمان اورژانس، آکسفام و اتحاد مردمی برای واکسیناسیون تجمع کردیم تا از رهبران گروه 20 بخوایم پیش از رفتن جان مردم رو نجات بدن. تا به حال تنها 2.8% مردم کشورهای کم درآمد به واکسن دسترسی داشتن. پس امروز مهمه تا از رهبران کشورهای گروه 20 بخوایم برای دسترسی جهانی به واکسن، واکسن‌های مازادشون رو توزیع کنن و دانششون رو در اختیار دیگر کشورها قرار بدن. کنفرانسی که قرار است به مدت 12 روز در گلاسگو با شرکت بیش از 100 نفر از رهبران جهان برگزار شود، با هدف اطمینان حاصل کردن از رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای به 0 تا اواسط قرن 21 میلادی و تخصیص بودجه برای مقابله با تغییرات اقلیمی. هومن میرقاسمی. همکارم بهار خدابنده از محل اجلاس سران گروه 20 در روم همراه ماست. بهار، این نشست شروع شده، کمی بیشتر در رابطه با دستور کار نشست گروه 20 و همینطور اتفاقی که در حاشیه این نشست قرار هست بیفته به ما بگو.
فرهنگ، همچنان منتظر هستیم که اطلاعات به ما برسه در مورد جلسه‌ای که بین آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار هست اتفاق بیفته در مورد جلسات برجام و ادامه مذاکرات. هنوز زمان این جلسه را ازش اطلاعاتی نداریم، ولی می‌دونیم که پشت درهای بسته اتفاق می‌افته. این رو هم یادآوری بکنم که هم بریتانیا و هم آمریکا پیشتر گفتن که این زمان برای ادامه این مذاکرات و بازگشت بر سر میز مذاکرات برای ایران محدود هست، و همینطور بریتانیا هم قبلا ابراز نگرانی کرده نسبت به پیشرفتی که ایران داشته در زمینه در زمینه پیشرفت هسته‌ای خودش. اما در مورد خود نشست گروه 20 من این توضیح رو بدم که یک پیشنوشتی منتشر شده. دو تا موضوع اصلی در این پیشنوشت مطرح شده، یکی مسئله اقتصادی و مسئله واکسیناسیون بین المللی بعد از دوره همه‌گیری، که اینطوری که به نظر میاد این گروه تلاش خواهند کرد به توافق برسند بر سر اینکه تا اواسط سال 2002، یعنی تا 6-7 ماه آینده، حدود 70% از جمعیت کل دنیا رو واکسینه بکنن، و از طرف دیگه هم اینطوری که گفتن گویا میخوان تلاش بکنن که مدت زمان تولید واکسن های جدید رو از 100 روز کاهش بدن و کوتاه‌تر بکنن. اما در مورد تغییرات محیط زیستی هم چیزی که در این پیشنویس اومده این که اینها تلاش خواهند کرد این کشورها که تعهدی بدن برای اینکه بتونن میزان گرمایش زمین رو کمتر از 2 درجه سانتیگراد، یعنی حدود 1.5 درجه نگه دارن، و این موضوع بسیار مهمه به خاطر اینکه کشورهای گروه 20 80% از GDP کل دنیا رو تشکیل میدن، 60% از جمعیت دنیا رو دارن و 80% از آلودگی‌های کربنی که در دنیا منتشر میشه از این کشورها به دست میان. کشورهایی مثل هند، کشورهایی مثل برزیل و اندونزی جزو این کشورها هستند، و بنابراین اینکه این گفتگوها چطور پیش بره، اینکه کشورهای ثروتمندتر چقدر حاضر هستن هزینه بکنن برای کشورهای کم درآمدتر که بتونن تغییراتی حاصل بکنن برای کمک به محیط زیست، بسیار مهم هست. ضمن اینکه اینو میدونیم که این نشست درست پیش از نشست COP26 داره اتفاق میفته که از دوشنبه قرار اتفاق بیفته. خیلی از این سران مستقیما از اینجا به اسکاتلند پرواز خواهند کرد برای ادامه در واقع گفتگوها درباره محیط زیست به دعوت سازمان ملل، و برای همین هم ما اگر قرار باشه تغییراتی رو ببینیم در چند هفته آینده، قدم‌های اولش رو اینجا می‌بینیم. این رو هم اشاره بکنم که روسیه و چین در این جلسه حضور فیزیکی نخواهند داشت، از طریق ویدیو حضور خواهند داشت، که هر دوی این کشورها هم در زمینه واکسیناسیون هم در زمینه بحران‌های بین‌المللی مثل بحران افغانستان نقش اساسی دارن، و از اون مهم‌تر نقش اساسی دارن در مسئله محیط زیست که متاسفانه می‌بینیم که فعلا حضور به هم نرسوندن، و این خودش پیغام چندان مثبتی رو نمی‌رسونه. بهاره خدابنده از محل اجلاس سران گروه 20 در روم ممنونم. شبکه خبری CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 با سران کشورهای مرتبط با برجام درباره چگونگی تحمیل هزینه‌های بیشتر به ایران به دلیل تعلل در بازگشت به مذاکرات احیای برجام گفتگو خواهد کرد. بنابراین گزارش، مقام‌های آمریکایی تردید دارند مذاکرات مجدد بر سر توافق هسته‌ای برجام نتایج مطلوب به همراه داشته باشد و فعالانه به دنبال اعمال مجازات‌های علیه ایران هستند. CNN به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت ظاهراً تأخیر ایران در بازگشت به مذاکرات احیای برجام شیوهی برای وقت کشی است تا در این فاصله بتواند به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد. همزمان واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت فشار بر ایران کمکی به تسریع بازگشت به مذاکرات برجامی نخواهد کرد، ولی روسیه امیدوار است تهران به زودی به مذاکرات بازگردد. همکارانم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، ابتدا این سوال رو بپرسم که از سرگیری مذاکرات احیای برجام و چه زمانی ایران به پای میز مذاکرات باز خواهد گشت به یکی از موضوعات گفتگوها در محافل سیاسی بدل شده. واکنش ها تا الان به این موضوع چی بوده؟ همینطور بعد از اینکه خب آقای علی باقری کنی مذاکراتی رو با آقای انریکه مورا داشت در بروکسل و
این خبر رو اعلام کرد که تا آخر ماه نوامبر، یعنی تا حداکثر یک ماه دیگه، گفتگوها از سر گرفته خواهد شد. اما دیدیم که اظهارات بعدی مقامات ایرانی خودش واکنش‌های متفاوت رو داشت. البته آقای پیتر استانو که سخنگوی آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، حاکی از این بود که گفتگوهای مفیدی انجام شده و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنه که با کمک جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکای برجام در اسرع وقت در واقع تاریخ دقیقی رو برای از سرگیری مذاکرات اعلام بکنه. اما شاهد بودیم که بعد از اون اظهار نظرهای دیگه هم از سوی مذاکره کنندگان اروپایی و همچنین ایالات متحده مطرح شد که تا حدودی نشون میده که همچنان خوشبینی نسبت به از سرگیری مذاکرات وجود نداره. از جمله در خبری که CNN اعلام کرد و یکی از در واقع دیپلمات هایی که نزدیک هست به مذاکرات برجام، او گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران نشانه های مثبتی از خودشون نشون نمیدن که باعث خوشبینی بشه در میان مذاکره کنندگان تا بتونن به متوجه بشن که مذاکرات قراره از سر گرفته بشه. اما یک مقام دیگه اروپایی هم در واقع او هم اظهار نظری کرده بود به CNN و او هم گفته که در واقع مقامات جمهوری اسلامی ایران روشی رو که در پیش گرفتن در واقع وقت کشی و تلف کردن وقت هست برای اینکه در نهایت پیشرفت‌های هسته‌ای خودشون رو افزایش بدن تا بتونن در آینده از ایالات متحده و طرف‌های دیگه برجام بتونن امتیازاتی رو بگیرن. اما با این حال اظهارات مقامات ایرانی هم در واقع واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. از جمله اظهارات آقای علی باقری کنی که او در یک اظهار نظری گفته بود که شرایط برای آمدن ایالات متحده به میز به برجام، برگشت ایالات متحده به برجام مهیا نیست و خب این رو بسیاری از تحلیلگران اینطور در واقع تحلیل می‌کنن که اظهارات آقای باقری به معنی این هستش که ظاهراً نمی‌خوان که ایالات متحده به میز برجام برگرده و یا بخوان که با اون مذاکرات مستقیمی داشته باشن. صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان هم در واقع واکنش‌هایی رو داشت، از جمله در خصوص تاریخ سفر آقای گروسی به ایران که گفته بود که این سفرش انجام خواهد شد اما تاریخ سفر از اهمیت نداره، یا اظهارات آقای امیر عبداللهیان در خصوص اینکه ما با اتحادیه اروپا مذاکره می‌کنیم اما با حضور چین و روسیه. و در واقع این اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی هم در واقع واکنش‌هایی رو داشت و خب پیش بینی میشه که در واقع نشست آژانس که قراره تا دو هفته دیگه انجام بشه کمی مشخص بکنه آینده مذاکرات با ایران رو. ضمن اینکه آقای سالیوان هم امروز گفته که نشست آقای بایدن و اعضای اروپای برجام امروز انجام میشه و قرار هستش که از این نشست صدای واحدی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران ارسال بشه. ممنونم احمد صمدی که همراه ما بودی از برلین. اما در ادامه همراه میشیم با همکارم علی کاظمی که از مسکو همراه ماست. علی، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم در رابطه با مذاکرات برجام اظهاراتی کرده. جزئیات این صحبت‌ها چه است و به طور کل چی میدونیم در رابطه با موضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران؟ احسان وایسم یا برم؟ بله، آقای وینسلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد دیروز در کنفرانس خبری حضور داشت. او از اینکه اعلامیه‌ای که ایالات متحده آمریکا برای بازگشت به برجام داشت ابراز خرسندی کرد و همچنان خاطرنشان ساخت که فشارهای وارده بر ایران همچنان که در گذشته تجربه نشان داده مفید نبوده و خواستار کاهش فشارها بر ایران شد که دوباره بتونه که به برجام بگرده. او همچنان در بخش دیگر از سخنان خودش از موضوعاتی که بین ایران و سازمان انرژی اتمی رخ داده سخن گفت و خاطر نشان ساخت که این موضوعات باید برای برگشت به ایران حل بشه، موضوعاتی که بین سازمان انرژی اتمی و ایران است. همچنان آقای باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در سفری که به مسکو داشت با همتای روسیه خودش در مورد برجام صحبت کردند و خاطر نشان ساختند که برگشت به برجام نیاز است که تمام تحریم هایی که بر ایران وارد شده تحریم ها برداشته شود. همچنان سرگئی لاوروف با دیدار با همتای ایرانی خودش که چندی قبل در مسکو برگزار شد، هر دو جانب برای برگشت به برجام و وعده ها و تعهداتی که کشورهای درگیر در برجام هستند خاطر نشان ساخت که تمام کشورها باید به تعهدات خود اولیه خودشان پایبند باشند که و بتونن به دوباره به برجام بر بگردن.
ممنونم از توضیحات علی کاظمی از مسکو و احمد صمدی از برلین همراه ما بودیم. اما برای گفتگوی بیشتر در این زمینه همراه میشیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار که از لندن همراه ما هستن. آقای برزگر، ابتدا به این موضوع پردازیم که آمریکا گفته به دنبال افزایش فشار بر ایران هست برای بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات. فکر میکنید که آمریکا و متحدانش چه فشار دیگه‌ای رو به جز تحریم‌ها بر ایران وارد بکنن؟ به نظر نمیرسه که به دولت آقای بایدن قصدی جز افزایش تحریم‌ها یا حفظ تحریم‌های فعلی در واقع در برنامه خودش داشته باشه. یعنی این تقریبا مسجل هست که دولت او تمایلی به برخوردهای جدی‌تر یا برخورد نظامی با جمهوری اسلامی در حال حاضر نداره. خروج آمریکا از افغانستان به شکلی که شاهدش بودیم نشون میده که به هر حال اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا تغییر کرده. اروپایی‌ها هم چندان مایل نیستند که میزان منازعه به یک درگیری نظامی بیانجامه، علی‌رغم به هر حال به فشارها و تهدیدهایی که از سوی اسرائیل و یا برخی کشورهای دیگر منطقه شنیده میشه. بنابراین مهمترین ابزاری که در اختیار آمریکا و متحدان اروپاییش وجود داره حفظ تحریم‌های فعلی است و افزایش اونها. حتی در دولت آقای ترامپ هم که به هر حال سیاست فشار حداکثری مطرح بود و همه گزینه‌ها گفته می‌شد روی میز هست، عملاً به این سمت حرکت نشد و سعی شد که با استفاده از تحریم‌های اقتصادی و اعمال فشارهای اقتصادی فشار بیارن. نکته دیگری که میتونه مورد توجه قرار بگیره و به نوعی همین الان هم نشانه‌های اون دیده میشه، منزوی کردن هرچی بیشتر جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و مهمتر از اون در سطح منطقه است. تحولاتی که در افغانستان، جمهوری آذربایجان، بعد از انتخابات عراق و در لبنان شاهدش هستیم نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف‌تر نسبت به گذشته در منطقه به سر میبره و این اقدامات هم میتونه فشارها رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. چقدر این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه و باعث بشه که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش برگرده؟ ببینید، یک واقعیت وجود داره که جمهوری اسلامی به دلیل تنگناهای شدید مالی که باهاش مواجه هست و حتی الان خطر ورشکستگی دولت جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، خب طبیعی است که به دنبال این هست که بتونه بال لب تحریم ها یا با لب بخش عمده ای از تحریم ها خودش رو از این تنگنا خارج بکنه. اما در این حال به پیشبرد برنامه هسته‌ای یک در واقع هدف استراتژیک برای رهبران جمهوری اسلامی شده، برای اینکه به این باور رسیدن که اگر به این قدرت هسته‌ای دست پیدا بکنن هم امنیت نظام تضمین میشه، یعنی کسی به دنبال تغییر نظام نخواهد بود در منطقه یا در سطح بین المللی، و همین که دست پوری رو خواهد داشت برای مذاکرات. هرچند تجربه کره شمالی نشون میده که دستیابی به توان هسته‌ای نظامی هم ضرورتاً نمیتونه مشکلات یک کشور رو برطرف کنه. به هر حال به نظر میرسه که در شرایط فعلی رویکردی که وجود داره با توجه به اطمینان خاطری که از نرمش دولت آقای بایدن در تهران به وجود اومده این هست که حداکثر استفاده رو بکنن برای اینکه بتونن برنامه هسته‌ای خودشون رو به یک نقطه غیر قابل بازگشت یا نزدیک به اون برسونن. ضمن اینکه عدم همکاری چین با آمریکا برای این تحریم‌ها به یک موضوع خیلی جدی بدل شده در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و اعمال به اون سیاست فشار حداکثری، واردات نفت ایران از سوی چین به بسیار بسیار کاهش پیدا کرده بود. اما الان هرچند ولی خب چین در ابعاد وسیعی داره از ایران نفت وارد میکنه و این هم کمک کرده به جمهوری اسلامی که بتونه این شرایط کنونی رو تداوم ببخشه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، ممنونم از توضیحاتتون. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. چهار
چهار روز پس از حمله سایبری به شبکه هوشمند توزیع سوخت در ایران، بر اساس اعلام وزارت نفت، هنوز حدود 50% از پمپ بنزین‌ها به وضعیت سابق باز نگشتند و بنزین آزاد می‌فروشند. جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گفته از 4300 جایگاه توزیع سوخت تا کنون 2100 جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند. مدیر عامل شرکت پالایش وعده داد تا پایان امروز این تعداد به 2600 جایگاه سوخت برسد. شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه 98 همزمان با سالگرد تولد میلاد محققی در محل دفن او و مهرداد معین‌فر حاضر شده و با یادآوری روز کوروش کبیر بار دیگر بر دادخواهی فرزندانشان تاکید کردند. خانواده پویا بختیاری هم در پیامی ویدیویی روز بزرگداشت کوروش را به مردم ایران و جهان تبریک گفتند. آمریکا دو شرکت و چهار شهروند ایرانی از جمله فرمانده واحد پهپادی هوافضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد سعید آقاجانی، مسئول مستقیم برنامه‌ریزی، تجهیز و آموزش عملیات پهپادی ایران است و در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و کشتی مرسل استریت دست داشته. به گفته این وزارتخانه، سازمان هوافضای سپاه عملیات حمله را با فرماندهی این فرمانده سپاه پاسداران انجام داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعمال این تحریم‌ها گفته تحریم‌های جدید نشان دهنده رفتار متناقض کاخ سفید است. تا دقایق دیگر به گزارش وزارت صمت از تورم مواد غذایی در شهریور ماه سال جاری می‌پردازیم. شکر 72% و برنج و گوشت 63% در یک سال منتهی به شهریور گران شدند. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا، آمریکا و سه کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران. بریتانیا اعلام کرد این آخرین تلاش برای احیای برجام است. یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد. گزارش وزارت صمت از تورم مواد غذایی در شهریور ماه سال جاری، شکر 72% و برنج و گوشت 63% در یک سال گران شدند. افزایش شهرهایی با وضعیت قرمز کرونا در ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش‌ها حاکی از بازگشایی مدارس است. رئیسی خواستار برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از اول آذر شد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. وزارت صمت از افزایش 72% قیمت شکر در یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری خبر داد. بنابر آمار منتشر شده از سوی این وزارتخانه، قیمت انواع برنج ایرانی و گوشت گوساله هم در این بازه زمانی بیش از 63% رشد کرده است. این گزارش همچنین رشد یک ساله قیمت گوشت مرغ را 58% و برنج تایلندی را 56% اعلام کرده است. مرکز آمار ایران اخیراً میانگین رشد یک ساله قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پایان مهر سال جاری را بیش از 61% اعلام کرده بود. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکن شرق انگلستان همراه ما هستند. آقای چاوشی، با توجه به گزارش وزارت صمت، روند افزایش قیمت خوراکی‌ها در این یک سال رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ خب این گزارش البته مربوط به یه بازه زمانی که یه کمی ازش گذشته. ما الان تو آبانیم، بیشتر از یک ماه از پایان شهریور گذشته، اما به هر حال چیزی که نشون میده اینه که اقلام اساسی خوراکی‌های مصرفی خانوار کماکان رشد قیمت زیادی دارن. شکر که در صدر رشد قیمت، برنج و گوشت و مرغ هم رشدهای 60-70% داشته. اما اگه یه نگاهی به گزارش مرکز آمار بندازیم از تورم که همین هفته پیش منتشر شده و مال مهر ماه بوده، یه کمی جدیدتره. اونجا هم میبینیم که رشد میانگین قیمت مواد غذایی توی یک سال منتهی به مهر بیشتر از 60%. گزارش مرکز آمار جزئیات بیشتری هم داره. مثلا نشون میده که گروه روغن و چربی حدود 95% توی یک سال اخیر گرون شده، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ رشد قیمت 70% داشته، گروه سبزیجات و حبوبات 65% رشد کرده. برای روشنه که روند تورم یک ساله خوراکی ها کماکان ادامه داره. تازه این افزایش قیمت تو کوتاه مدت هم بیشتر هم شده، یعنی ما توی مهر ماه رشد یک ماهه قابل توجهی داشتیم. میانگین رشد قیمت خوراکی ها هم توی شهریور هم توی مهر ماه 5% بوده، خیلی عدد بالاییه
اگه به مقیاس سالانه تبدیلش کنیم میشه معادل یه تورم سالانه حدودا 80% توی مواد غذایی. چرا سیاست‌های دولت در کنترل قیمت مواد غذایی موفق نبوده؟ به نظرم برای اینکه رویکردشون به ماجرا کلا اشتباه بوده. دولت، هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای رئیسی، به جای اینکه سیاست‌های اقتصادیشون رو متمرکز کنن روی کنترل تورم، به اصطلاح اون موتور تولید تورم رو خاموش کنن، افتادن دنبال قیمت‌گذاری و تعزیرات و اینجور کارا. یعنی به جای اینکه کسری بودجه دولت رو کنترل کنن که نقدینگی رشد نکنه، باعث تورم بیشتر نشه، اومدن فشار آوردن به تولید کننده ها و کاسبا که آقا قیمت‌ها رو گران نکنید. این حرفا، این روش هم خب دهه ها تجربه شده، هیچ وقت هم بجز یه دوره های کوتاه مدت چند هفته ای یا نهایتاً چند ماهه جواب نداده، حالا هم جواب نمیده. اگه این روی کرده فشار تعزیراتی به تولید کننده و بقیه فعالای اقتصادی ادامه پیدا کنه، اتفاقاً باعث کمتر شدن عرضه مواد غذایی میشه، قیمت ها رو بازم میبره بالاتر، یعنی یه نقض غرض کامل میشه، برعکس عمل میکنه، ما ممکنه حتی شرایطو بدتر هم بکنه. بنابراین برای ماهای آینده چه پیش بینی میشه کرد از افزایش روند مواد غذایی، قیمت مواد غذایی؟ بله اشاره کردم تورم ماهانه مواد غذایی هم تو شهریور و هم تو مهر بالای 5% بوده که بالاترین رقم‌های امسال تورم ماهانه مواد غذایی. بنابراین روند کوتاه مدت فعلا داره به ما نشون میده که قیمت‌ها صعودین. اینکه مسیر آینده قیمت‌ها به کدوم سمت میره خیلی بستگی به این داره که دولت چه سیاستایی رو در پیش بگیره. یکی از کارهایی که زمزمش مطرح شده حذف ارز 4200 تومانیه که اگه اتفاق بیفته احتمالاً رو قیمت بعضی از این مواد غذایی که نهادهای تولیدش با اون ارز وارد می‌شده اثر می‌ذاره. مثلا روغن و مرغ احتمالاً بیشتر از بقیه متأثر بشن، گران‌تر بشن. البته تاکید می‌کنم که سیاست ارز 4200 تومانی واقعاً خودش سیاست اشتباهی بوده، باید تغییر کنه. ولی واقعیت اینه که روی قیمت بعضی از کالاها اثر خواهد داشت. ولی مهمتر از اون مسئله کسری بودجه دولته. باید ببینیم دولت به خصوص تو نیمه دوم سال که فشار هزینه ها خیلی بیشتر میشه چجوری میخواد اونو پوشش بده. با وضعیتی که فعلا داریم میبینیم، به خصوص از این نظر که مذاکرات هسته‌ای هم فعلا به نتیجه نرسیده که درآمد نفتی دولت بره بالا، چشم‌انداز خیلی روشنی وجود نداره. اگر دولت بخواد بازم کسری بودجهش رو با فشار به منابع بانک مرکزی یا حتی بانک‌های تجاری تامین کنه، قطعاً روی نقدینگی اثر میذاره، نتیجهش یه موج تورمی دیگه است. اثر موج تورمی هم معمولاً اینطوری بوده که اول از همه روی مواد غذایی خودش رو نشون میده و قیمت اونا رو میبره بالا. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکن، ممنونم از شما. ایران درودی، هنرمند نقاش، در 85 سالگی درگذشت. او در سالهای اخیر عزم خود را جزم کرد تا موزه‌ای به نام خود بر جای بگذارد. آرزویی که تا هنوز در پیچ و خم میزها و امضاها گیر افتاده. شهره جولانی گزارش می‌دهد. نامی ماندگار در هنر معاصر ایران. ایران درودی، نقاش معاصر، استاد دانشگاه و منتقد هنری، 85 سال پیش در خانواده مرفه و سرشناس در مشهد به دنیا آمد. مهاجرت خانوادگی آنها به آلمان در کودکی ایران با آغاز جنگ جهانی دوم نیمه تمام و به بازگشت به میهن منجر شد. ایران نوجوان در تهران دهه 20 و 30 به مدرسه و کلاس طراحی و نقاشی رفت و در 18 سالگی راهی فرانسه شد. در دانشکده هنرهای زیبای پاریس، آکادمی سلطنتی بروکسل و مدرسه لوور پاریس نقاشی و تاریخ هنر آموخت و با گنجینه از هنر و مهارت به میهن بازگشت. در مصاحبه‌ای که در سایت رسمی خانم درودی منتشر شده، او از این علاقه عمیق می‌گوید: فرهنگ مملکت ما با بار گذشته تاریخیش که همه چیز درش ریشه داره، میتونه با یه تجدید حیاتی، با یه بازنگری از ارزش‌ها بهره‌ها رو بگیره و اون چیزی که با زمانه ما هماهنگ نیست اونا رو کنار بذاره. ایران درودی همزمان با نمایش آثارش در گالری‌های مختلف در دهه 40 خورشیدی برای آموزش فیلمسازی به نیویورک رفت و در بازگشت در تلویزیون تازه تأسیس شروع به کار کرد و حاصل کارش 80 فیلم مستند. آشنایی و معاشرت با هنرمندان بین‌المللی مانند آندره مالرو و سالوادور دالی یا ژان کوکتو یا بسیاری دیگر در تکامل هنری و بیان منحصر به فردش در نقاشی تأثیر گذاشت و او را به یکی از مهمترین نقاشان ایران و جهان بدل کرد. هنرمندی که فردوسی و مولانا را دوبال هویتش می‌داند و از نیاز به آزادی می‌گوید: تعصب و محدودیت ها چیزی است که در آدم‌ها من در سیاهی میبینمش، ولی اینی که من هیچ نظمی رو نمیپذیرم
وقتی که اون نظم مسئولش یک آدم متعصب باشه. بیش از 46 نمایشگاه انفرادی و 250 نمایشگاه گروهی در ایران و کشورهای دیگر و تألیفات متعدد از جمله بیوگرافی به نام در فاصله دو نقطه، گوشه از 60 سال فعالیت او در عرصه هنر معاصر ایران است. آثار ایران درودی که به سبک سورئالیسم نزدیک است در موزه های مختلف ایران و دنیا نگهداری می شوند. او با وجود سالهای طولانی تحصیل و زندگی در خارج خود را عاشق ایران می دانست و می گفت ایران را با زخمهایش دوست بداریم. کم حرفی نیست کسی بگه من به آرزوهام رسیدم. من آرزو داشتم که این جایگاه رو که امروز در مملکتم دارم داشته باشم. امروز مردم منو برای خودم دوست دارن. با همه فروتنی هنرمندانه، یکی از آرزوهای ایران درودی تأسیس موزه‌ای به نامش و برای نگهداری آثارش در تهران بود که سالها برای آن تلاش کرد، اما در زمان زنده بودنش محقق نشد. شهره جولانی، لندن. در سال 1315 در مشهد به دنیا آمد و از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. در طول حیاتش 64 نمایشگاه انفرادی در سراسر جهان داشت و 80 فیلم مستند برای تلویزیون ملی سابق ایران ساخت. ایران درودی در گذشته او در رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای به همراه داشته. همکارم نوشین خانی اینجا همراه ماست تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. نوشین، واکنش‌ها به درگذشت خانم درودی چی بوده تا الان؟ به طور کلی فرناز، کاربرها از درگذشت ایشون ابراز ناراحتی و تأسف کردن و با بازنشر تصاویر و آثارشون یاد و خاطره ایشون رو گرامی داشتن. جزئیات بیشتر واکنش‌ها رو من بهشون می‌پردازم. بانوی نور به نور پیوست، جمله‌ای که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توصیف ایران درودی و درگذشت او به کار بردند. ایران درودی نقاش و مستندساز روز جمعه پس از تحمل 3 ماه بیماری در 85 سالگی درگذشت. روشنک روز بهانی تصویرساز نوشته ایران درودی در فاصله دو نقطه، تولد و مرگش، نور و امید و عشق به جهان افسود و کاش از او یاد بگیریم که نوشته بود دانستم که میباید کوله بار غم ها و دلتنگی ها را بر زمین گذارد و به استقبال آینده رفت، حتی اگر این آینده یک روز یا یک ساعت یا فقط یک لحظه باشد. گروهی از کاربرها از شخصیت ایران درودی، ویژگی‌ها و نگاهش به زندگی نوشتند. مانند این کاربر که میگه ایران درودی با اون جهانبینی ژرف و کلمات سراسر عشق و صفاش در برهه‌ای از زمان من رو از تاریکی رهاند. همیشه دوستش خواهم داشت. خیلی از کاربرها هم خاطراتشون رو با ایران درودی با دیگران به اشتراک گذاشتند. امید توشه، روزنامه نگار نوشته 8 سال پیش به هنگام برگزاری نمایشگاه آثارش در خانه هنرمندان با ایران درودی هم کلام شدم. درباره باغ‌های درود حرف زدیم. روستای زیبا در اطراف نیشابور که ریشه‌اش به آنجا می رسید. خوشکلام بود و باحوصله. یادش گرامی. عکس ایران درودی در کنار سالوادور دالی، نقاش سبک سورئالیسم، در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شده. دالی ایران درودی رو هنرمندی از خطه شرق و با استعداد توصیف می‌کرد. کاربری نوشته مگه چند نفر توی تاریخ معاصر داریم که هم با سالوادور دالی دیدار کرده باشه، هم با آندره مالرو، با ژان کوکتو هم نشین بوده باشه و احمد شاملو هم براش شعر گفته باشه. ایران درودی زمینی رو برای تأسیس موزهش واگذار کرده بود و آرزوش این بود که تا قبل مرگش موزه افتتاح بشه. کاربری با اشاره به همین موضوع نوشته ایران درودی با حسرت دیدن افتتاح موزهش در تهران درگذشت. نقاشی صاحب سبک و پیشرو که خونه زندگیش در فرانسه رو فروخت تا موزهش رو در کشورش افتتاح کنه، اما حضرات انقدر تعلل کردند که نشد. پژمان موسوی روزنامه نگار هم میگه اصلاح طلب و اصولگرا همه در حق ایران درودی جفا کردند. سالها تنها آرزوش برپایی موزه ایران درودی بود. حتی حاضر شده بود بخش قابل توجهی از هزینه هاش رو هم بده، اما اونقدر دست به سرش کردند، انقدر اذیتش کردند، انقدر خون به دلش کردند که رفت، مرد. آرزو به دل هم رفت و در نهایت هم کاربری نوشت برای ایران درودی.
رنگ در قلمش کلمه بود. برای سرودن زندگی روی بوم نقاشی سرشار از هیجان و امید بود و با بیهودگی و یأس سر سازش نداشت. یادش گرامی باد. در ادامه برمیگردم به فرهناز. ممنونم از دانوشین که اینجا همراه ما بودیم. اما تصاویر زنده‌ای ببینیم از اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی. یک هفته است که ریچارد رتکلیف اعتصاب غذای خودش رو در مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا آغاز کرده. دو روز پیش رتکلیف پس از دیدار با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفت که امید چندانی به تلاش دولت بریتانیا برای آزادی نازنین از زندان در ایران ندارد. این دومین بار است که ریچارد رتکلیف دست به اعتصاب غذا می‌زند. خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی تکان دهنده از غرب افغانستان سرنوشت غم‌انگیز خانواده‌هایی را روایت می‌کند که برای امرار معاش و نجات از گرسنگی فزاینده دخترانشان را به بهای اندک می‌فروشند. گزارشی که وضعیت بحران‌زده اقتصادی مردم این کشور را روایت می‌کند. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد. اینجا در میان این کوه‌ها و زمین‌های برهوت غرب افغانستان، جایی که شاید تا همین چندی پیش مزارعی سرسبز و دهقانان خوشحال داشت. حالا اما بلا از چند سو فرود آمده. این روزها مردم این حوالی نه تنها با فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند، بلکه به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. حالا دیگر دغدغه مردم افغانستان فقط جنگ و سلطه حکومت طالبانی یا معاش روزمره نیست. خشکسالی و تغییرات آب و هوایی هم تبدیل به مرگبارترین دشمنشان شده. مردمی که برای رساندن غذا به سفره‌هایشان حاضرند دست به هر کاری بزنند. همونطور که میبینید خشکسالی امسال ما را تحت تأثیر قرار داده. مزارع ما را میبینید نه برای دام و نه برای انسان آبی برای نوشیدن وجود ندارد. دامهای ما مردند، بچه های ما هم مردند. مجبور شدیم منطقه را ترک کنیم و آواره بشیم. داستان این روزهای مردم این منطقه داستان فروش دار و ندارشان است. گاهی فروش دام‌هایشان، گاهی فروش زمین و خانه، گاهی ترک تنها آشیانه‌ای که می‌شناسند و کوچ به شهرهای ناشناخته و حتی در مواردی فروش دختران دلبندشان. ما چهار نفر دو تا ما گرسنه و تشنه هستیم. چند سال است که شوهرم قادر به کار نیست. او فلج است. من خودم پشم می‌بافم و در عوض 1 کیلو آرد می‌گیرم. ما نه نفت داریم نه گاز، هیچ چیز دیگر هم نداریم. زمستان هم رسید. مشکل کم آبی و تشنگی در این منطقه نه تنها به بدن ساکنان بلکه به پیوند خانوادگی نیز حمله کرده است. بعضی مناطق افغانستان طوری کم آب شده که عده‌ای در راه آوردن آب از مناطق دوردست جان خود را از دست می دهند. شمار مردمی که با خطر گرسنگی مواجهند نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به 37% افزایش یافته. سازمان ملل میگوید خشکسالی در افغانستان احتمالاً تا سال 2030 ادامه خواهد یافت. این سازمان هشدار داده که با به رسمیت نشناختن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی و عدم دسترسی به پولهای بلوکه شده افغانستان در آمریکا، مردم این کشور در تنگنای اقتصادی دشوارتری قرار می‌گیرند. نزدیک شدن به فصل زمستان هم کابوس دیگری است برای مردم افغانستان. مریم رحمتی، واشنگتن. در ادامه این مجموعه خبری نیمروزی تا دقایق دیگر به وضعیت کرونا و افزایش شهرهای قرمز در ایران می‌پردازیم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود اصرار بر بازگشایی مدارس با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. آغاز نشست گروه 20 در ایتالیا، آمریکا و 3 کشور اروپایی به دنبال اتخاذ تصمیم مشترک در قبال ایران. بریتانیا اعلام کرده این آخرین تلاش برای احیای برجام است. یک دیپلمات اروپایی میگوید ایران به دنبال وقت‌کشی است و اراده‌ای برای همکاری ندارد.
گزارش وزارت سمت از تورم مواد غذایی در شهریور ماه سال جاری، شکر 72% و برنج و گوشت 63% در یک سال گران شدند. افزایش شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در ایران، در حالی که میزان واکسیناسیون دانش آموزان به حد مورد تایید نرسیده، گزارش‌ها حاکی از بازگشایی مدارس است. رئیسی خواستار برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس از اول آذر شد. و تلاش برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی، گروهی از شهروندان اسرائیلی با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. وضعیت قرمز کرونا که در هفته گذشته عمدتاً در غرب و شمال غرب ایران در جریان بود، به سمت استان‌های مرکزی در حال پیشروی است. وزارت بهداشت اعلام کرده در طول یک هفته 6 شهر به شهرهای با وضعیت قرمز اضافه شده و شمار شهرهای قرمز به 22 شهر رسیده است. با قرمز رنگ شدن 2 شهر در استان سمنان و 1 شهر در کرمان، این دو استان هم تغییر رنگ دادند. وضعیت قرمز در استان فارس، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان هم در حال تشدید است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد می توان از ابتدای آذر برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اقدام کرد. مهلت تعیین شده قبلی برای بازگشایی مدارس در 15 آبان ماه مخالفت برخی مقام های جمهوری اسلامی را هم به همراه داشت. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود اصرار بر بازگشایی مدارس با شرایط کنونی کشور همخوانی ندارد. در همین حال سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از دریافت دست کم 1 دوز واکسن از سوی حدود 75% دانش آموزان 12 تا 18 ساله خبر داده. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی پیش از دریافت هر 2 دوز واکسن کرونا ایمنی کامل برای افراد تضمین نشده است. محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم، تصمیم در مورد بازگشایی دانشگاه‌ها را به دانشگاه‌ها واگذار کرد. در همین رابطه اعضای شورای شهر تهران هم افزایش شدید بار مسافران را بر سیستم حمل و نقل عمومی این شهر پیش‌بینی کردند. یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرده حمل و نقل عمومی پاسخگوی نیاز مسافران نیست و به ازدحام جمعیت در شرایط شیوع کرونا در اتوبوس‌ها و متروها اذعان کرده است. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگویی با صدا و سیما گفته بهتر است مدارس از بهمن ماه بازگشایی شوند. تبرسی از کمبود امکانات مدارس برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا گفت. بچه های گروهی بودن، به خصوص بچه هایی که واکسن نزدن و زیر 12 سال، و بالاخره این گروهی بودن که تو حباب بودن، یعنی تو منازل بودن، اکثرا بیرون نرفتن. بله. و اینا مواجهه با ویروس نداشتن. اینا به محض اینکه برن تو مدرسه و در مواجهه قرار بگیرن خواهند گرفت. این یه چیز در واقع غیر قابل کنترل هست. هیچ نبودن. بله دیگه نبودن، دیگه در مواجهه با بیماری قرار نداشتن. اینا بلافاصله میگیرن. حالا لازم اینه که حالا عوارض و آرزوهایی که ممکن تو خود بچه‌ها داشته باشه، خب خیلی کمتر از بزرگسال ولی داره. مثلا اینکه انتقالیه که اینا باز دوباره به افراد دیگه میدن. بنابراین با یه مقدار با تمنین از تو بازگشایی از صبر کنیم، ویروس رو ببینیم چه جوری میشه. یکی دو ماه که این همه در واقع صبر کنیم، یکی دو ماه دیگه هم صبر کنیم، به نظرم بهتر میشه. به خصوص اگه بهمن ماه به بعد شد، برای بازگشایی مدارس خیلی وقت بهتری باشه، به خاطر باز دوباره هوا یه مقدار بهتر میشه، بعد میشه پنجره ها تهویه در واقع طبیعی. چون ما متاسفانه مدارس ما اصلا کلا ما چی فعلا تهویه ندیدیم تو خیلی جاها، یعنی به تهویه مناسب ندارن. خیلی جایی که مثلا دارن مثلا تهویه میگن، مثلا با ماسکای فیلتردار رو نمیدونم با تهویه فیلتردار مثلا فضای اتاق رو مثلا مناسب میکنن برای بچه‌ها. ما متأسفانه مدارسمون این امکانات رو نداره. برای بچه‌ها تهویه طبیعی هم الان تعطیل میشه توی در واقع سمستر. باید یه مقدار در واقع رعایت کنیم که انشالله دوچار باز دوباره خودمون رو دوچار یه مشکل دیگه ای نکنیم. دکتر آلانه فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم همراه ما هستند. آقای دکتر فتوحی، همونطور که شنیدیم صحبت‌ها و اظهار نظرها درباره زمان بازگشایی مدارس خیلی ضد و نقیض هستش. با توجه به اینکه تعداد شهرهای قرمز در حال افزایش، این بازگشایی مدارس چه تبعاتی خواهد داشت؟ خب این بحث بازگشایی مدارس در تمام جهان وجود داشته، ولی اخیراً یک مقدار در کشورهایی که با موافقت واکسیناسیون عمومی را انجام دادن و آمار مبتلایان به کووید 19 بسیار پایین اومده، کمتر علیه اون نظر داده شده و یک نوع توافق عمومی وجود داره که میتونن دانش آموزان و دانشجویان به سر کلاس‌های درسشون برن. مشکلی که در ایران وجود داره اینه که
اولا واکسیناسیون ناقص انجام شده، هنوز 40% مردم هم واکسینه نشدن. دوما کودکان و نوجوانان خیلی بسیار کمتر واکسین شدن و بسیار بسیار کم هستن که واکسیناسیون کامل شده باشن. و همچنین گزارش هایی که داشتیم و نتایج تحقیقاتی که ارائه شده نشون داده که کسانی که واکسینه شدن اون مقدار محافظتی که در مقابل مرگ و میر برای اونها پیش بینی میشد رو به دست نیاوردن و همچنین واکسین سینوفارم که در ایران خیلی استفاده شده نتونسته به اون صورت که باید جلوی انتشار بیماری رو بگیره و تحقیقی بود در شیراز انجام شده بود نشون داده که تا 5% فقط میتونه جلوی انتشار بیماری رو بگیره. به همین دلیل حتی در شرایط واکسیناسیون عمومی در حد بالاتر هم این خطر وجود می داشت که با بازگشایی مدارس انتشار ویروس زیاد بشه و این که اطلاعات در این مورد و تحقیقات در این مورد ناقص است در ایران باعث میشه که این اظهار نظرهای ضد و نقیض به وجود بیاد. یکی فکر میکنه که شرایط به عادی شدن نزدیک شده، افراد دیگه به خوبی این خطر رو درک میکنن که نه، ممکنه بازگشایی مدارس باعث گسترش شدید بیماری و بروز پیک‌های جدید بشه. ساعت پیش ابراهیم رئیسی هم اعلام کرد که بازگشایی مدارس باید برای آذر ماه صورت بگیره و برای اون موقع برنامه‌ریزی بشه. آیا این به معنای اذعان به این موضوع نیست که شرایط کرونایی در ایران حاد هست؟ بله، این نشون میده که کنترلی بر وضعیت کرونا در ایران هنوز به دست نیامده و صحبت کردن از اینکه دقیقاً چه موقع باید مدارس باز بشن بیشتر بر پایه حدس و گمان و همچنین درکی که از وضعیت وجود داره در بین مسئولان ممکنه فرق بکنه. و خب در جایی که سیاست‌های دقیق و درست رو برای این کار اعمال می‌کنن معمولا میان نگاه می‌کنن ببینن که اگر گسترش بیماری کم هست در جامعه و واکسیناسیون به صورت مؤثر انجام شده با احتیاط شروع می‌کنن بازگشایی مدارس. میشه در ایران هم در مناطقی بسیار گسترش کم هست به اصطلاح آمار مبتلایان بسیار پایین است این کار رو با احتیاط شروع بکنن، در جایی که گسترش بیشتر است که بیشتر مناطق ایران رو در بر میگیره فعلا دست نگه داشت. ولی اینکه آیا آذر ماه منطقی هست یا بدتر بعد از اون یا مثلا در بهمن ماه توی کشاره شد، اینا همش برمیگرده به اینکه وضعیت انتشار چطور هست و با احتیاط و با تمرین باید با این مسئله برخورد کرد که منجر به بروز پیک ششم نشه. ولی به نظر میرسه که همچین چیزی به قرار نیست اتفاق بیفته. متاسفانه شایدی نستیم که به طرف این میریم که مدارس بازگشایی بشه حتی در جایی که ویروس منتشر شده. دکتر آلانه فتوحی، متخصص داروشناسی بالینی از استکهلم، ممنونم از شما. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. رسانه‌های اسرائیل به نقل از یک گروه هکر ایرانی موسوم به سایه سیاه اعلام کردند. این گروه به شرکت اسرائیلی خدمات اینترنتی سایبر سرور حمله کرده و ضمن از کار انداختن سرورهای آن تهدید کردند که اطلاعاتشان را منتشر می‌کنند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند در میان مشتریان این شرکت اینترنتی دو شرکت اتوبوسرانی بزرگ اسرائیل قرار دارند و وبسایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند همچنان خارج از دسترس هستند. پیشتر و در سال 2020 گروه سایه سیاه شرکت بیمه اسرائیل را هم هک کرده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده قصد دارد در ارتباط با وضعیت سودان از امارات متحده عربی کمک بگیرد. به گفته این مقام‌ها امارات می‌تواند بر فرمانده کودتای سودان اعمال نفوذ کند. پیشتر نخست وزیر سودان با وساطت امارات متحده عربی آزاد شد. روز یک شنبه انتخابات مجلس نمایندگان ژاپن برگزار خواهد شد. مجلس نمایندگان ژاپن نهاد اصلی در زمینه قانونگذاری و تشکیل دولت در این کشور به شمار می‌رود. حزب برنده ریاست دولت را در دست خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌ها انتظار می‌رود حزب حاکم لیبرال دموکراتیک و همپیمانان آن پیروز انتخابات شوند و نخست وزیری فومیو کیشیدا ادامه پیدا کند. رسانه‌های اجتماعی جهانی نو برای بشر که در کنار تمام مزیت‌هایش خطرهایی هم دارد.
حالا مالک یکی از این قولهای دنیای دیجیتال تصمیم گرفته که نسل جدید از اینترنت سه‌بعدی تلفن‌های همراه را به جهان عرضه کند. مارک زاکربرگ اعلام کرده در تلاش برای تحقق چشم‌انداز واقعیت مجازی و متاروس، فیسبوک نامش را به متا تغییر می‌دهد. تغییری که برخی با بدبینی به آن می‌نگرند و فیسبوک را متهم کردند که به دنبال انحراف افکار عمومی از افشای اسناد فیسبوک است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد. نام فیسبوک آنقدر برای همه جا افتاده که خیلی ها خود مارک زاکربرگ را هم زیر چتر فیسبوک می شناسند. اما به نظر زاکربرگ تاریخ انقضای نام فیسبوک فرا رسیده. به گفته خود او این نام برای نوآوری های آینده شرکتی که حالا دیگر نامش متا شده محدود کننده بوده. در حال حاضر نام تجاری ما تنها یکی از محصولات ما رو نمایندگی میکنه و معرف کارهایی که ما امروز انجام میدیم نیست، چه برسه به کارهایی که قراره در آینده انجام بدیم. مارک میگوید شرکت متا با پروژه متاورس آینده تجربه زندگی مجازی را به گونه ای فراهم خواهد کرد که برای کار، سفر، معاشرت دوستانه یا خانوادگی نیازی به جابجایی نباشد. فضای مجازی که تا به حال تجربه مشابهش فقط در فیلم‌های هالیوودی دیده شده. هدف ما همچنان نزدیک کردن مردم به همدیگه است. از این به بعد ما ابتدا متاورس خواهیم بود، نه فیسبوک. اما به گفته کارشناسان این تلاشی است برای انحراف افکار عمومی. فرانسیس هاگن متخصص داده‌ها با تحلیل الگوریتم فیسبوک سوت رسوایی این شرکت را به صدا درآورد. او میگوید فیسبوک با محدودیت در فیلتر کردن زبان نفرت در سوق دادن کاربرهایش به سمت افراطی شدن نقش دارد. فیسبوک کسانی را که علایقی مرسوم دارند به سمت افراط و تفریط می کشاند. کسی که چپ میانه راست به سمت چپ افراطی می رود و کسی که راست میانه راست به سمت راست افراطی. این موضوع در کنار دیگر اتهاماتی که به فیسبوک وارد شده مثل درز اطلاعات کاربران و بهره برداری مالی از اطلاعات شخصی افراد، نام فیسبوک را ناخوشایند کرده. زاکربرگ اعلام کرده دنیای مجازی متاورس پروژه زمانبر است. ادعایی که این سوال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا به جای تمرکز به نرم افزارها و اپلیکیشن‌های موجود باید نام یک پروژه ناتمام را برای شرکت مادر انتخاب کرد. زاکربرگ میخواد بگه دیگه این سمت رو نگاه نکنید، اون سمت رو ببینید. بهتره راضی به آینده حرف بزنیم تا روی شرکتی تمرکز کنیم که تو دست انداز افتاده. به گفته کارشناسان تغییر نام فیسبوک به متا بیشتر شبیه تلاشی برای یک شروع دوباره است، شروعی که اگر مردم پذیرای آن نباشند یک گام بی تأثیر برای پاک کردن سوابق نه چندان دلچسب فیسبوک خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو. در ادامه این مجموعه خبری نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به تلاش گروهی از شهروندان اسرائیلی برای زندگی به دور از آلودگی‌های زیست محیطی. این افراد با پناه بردن به بیابان به دنبال استفاده از انرژی پاک برای زندگی هستند. همچنان با ما باشید.